خیلی خوشحال شدند، خیلی خیلی خوشحال شدند. و یکی از به اصطلاح اعضای هیئت مدیره یا اعضای اصلی شورای یا مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ایران، من میگفتش که تا حالا تلویزیون های ایرانی هیچ کدومشون جز تو نیومدن در محل اعتصاب و از این اعتصابین هواداران سازمان مجاهدین خلق دیدن بکنن، هیچ کدومشون. و حتی توی شهر تلویزیون هست، روزنامه هست، مجله هست، نمیدونم فلان هست، یک دونه شون نیومدن. و ایشون میگه به هر حال خیلی خوشحال بود، ذوق زده بود که تو که وقتی میگی من مردمی ام، عملا هم نشون میدی که مردمی هستی و بلند شدی اومدی، از راه هم رسیدی صاف اومدی به دیدن این اعتصابیون قضای هواداران سازمان مجاهدین خلق. و نکته که میگه گفتی که خب اگر ما سازمان مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت بگیم که ما فقط در خبرنگارای خارج از کشور و خبرنگارای ایرانی رو که وابسته با ما نیستن هیچ کدومشون قبول نداریم جز تو ستار الله تو رو قبول داریم، پس حالا باید تماشاگران بدونن که چرا سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به ستار الله احترام میذاره، با اینکه میدونیم همین دو مرتبه این صحبت ها همین امروز هم به من تلفن زدن گفتن، با اینکه میدونیم تو با خط ما، راه ما به اصطلاح موافق نیستی، ولی به هدف دموکراسی اعتقاد داری و بشر دوستی، ایران دوستی، اونا به من میگفتن. و این دور انسان دوستی، ایران دوستی تو در واقع امتیازی است که برای کار تو قائل هستیم ما. و میگفتن اینو تو از جانب ما امروز تلویزیون بگو. گفتم بله، خودتو بیاد بگید. گفتن ما میام میگیم، به موقعش میام میگیم که چرا سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به ستار دلدار اعتقاد داره. خودم میدونی چرا میگم، من به خانمم گفتم که این دوستمون که عضو شورای ملی مقاومت امروز به من زنگ زده میگه آقا باور نمیکنی تو بیای، بیا با اعتصابیون قضا ملاقات کنی، دلداریشون بدی، براشون صحبت کنی، تو اولین نفر بودی، هیچکی نیومده تا حالا. خانمم گفت برای اینکه اونا میترسن. گفتم آره، شاید به خاطر اینکه من نمیترسم، من به راه انقلابی خودم اعتقاد دارم، من اعتقاد دارم که برای در این راه اولین چیزی که باید به جمهوری اسلامی نشون بدید این که تو نمیترسی. من نمیترسم از اینکه فکر کنن ستار دلدار رفت نزدیک شد به من، با مجاهدی نزدیک نیستم، نشدم، ولی که از انسان ایرانی بهش نزدیکم، از انسان ایرانی، با انسان ایرانی که در اعتصاب قضاست مجاهد باشه، کمونیست باشه، سرمایه‌دار باشه، بورژوا باشه، نمیدونم ملی باشه، در هر خطی که باشه برای من انسان ایرانی مهمه و به خاطرش هم حاضرم جونم بدم، ریسکش هم میکنم. و تصویر اعتصابیون قضای مجاهدین رو میارم در تلویزیون پخش میکنم و برایش اینم سخنرانی هم میکنم. این صحبتی بود که خانم امروز بگم، گفت تو نمیترسی اگر اینا تو قدردانی میکنم، برای که نمیترسی. گفتم مبارزه ترس نداره. چه گواره که رفت بالا کوه بولیوی میدونست که فقط 24 نفر باشن، دنیا دنبالشه. حالا البته من اون منطق مبارزه رو قبول ندارم امروز روز، ولی که ترسش نترسیش که قبول دارم، که شیردلی چه گواره رو که قبول دارم. حالا بیا بابا آدم به اصطلاح نتونسته شرایط زمان و مکان درک بکنه، ولی من سعی میکنم شرایط زمان و مکان درک بکنم و به بقیه هم بگم شرایط زمان و مکان درک کنید با دل شیر، با دست تو دهن این جنایتکاران کوبید. نگاه میکنیم به واشنگتن دی سی، صحنه اعتصابیون قضا، و اینکه دوست من مسلم اسکندر فیلاوی از من خواست که برای هموطنان و هوادار مجاهد خودم که در اعتصاب قضا هستن سخنرانی کنم. نگاه میکنیم، پاسخ این سوال و یک دو تا سوال دیگه بفرمایید. موافقین؟ مجاهدین در شبن اشرف در قلب من، مجاهدین در شبن قلب من، مجاهدین در شبن.
دوستان عزیز، من یه دوست قدیمی دارم که از ایران باهاش آشنا میشم، خبرنگار بود وقتی ما وزیر بودیم، البته تای کشتی هم داره، از این موقع میگیره که میخواد کشتی هم میگرفته، باز دیگه چی؟ خونرمنده مطلع رفته. آقای ستار دلدار و همونش هم روز کردن این بود آمودن اینجا خیلی شما بدنم، شما درود میخواستم و برای همین من نزیشون تشکر میکنم. سلطان نگاه به سلزم هم تلویزیونش همیشه ندای مردم مردم ایران بوده و این ندا رو همیشه اعلام کرده و مردم گفته و ازش خواهش مانه صحبتی داریم خود شد بگم سلام از این کنم آقایان خیلی بابا خوشحال هستم خیلی خیلی خوشحال هستم من از راه رسیدم و تلفزیون هم خدمت شدیم این فرصت نکردیم حتی یه لحظه اصرار بود فقط اصلا قبل از که شما تمام بشه این مراسم خدمتتون برسیم آقای فیدابی گفتن در مورد دوستی خب این دوستی خیلی خیلی قدیمیه خیلی خیلی و حالا الان در خدمتتون هستیم برای یه فاجعه که اتفاق افتاده قبلا هم که من آقای فیدابی رو میشناختم باز ما دنبال حل مسائل فاجعه در ایران بودیم و یادم میاد که حالت کوتاه فقط خدمتتون عرض کنم دوستی ما اون زمان هم در یه جورایی در حال مبارزه بود یادم یه شب من آقای کودابی تا ساعت 2-3 صبح برای نجات یک قهرمان ملی که در زندان بود پشت دیوار زندان موقت دادگستری تهران قدم میزنیم که بتونیم یه کاری بکنیم که این ورزشکار از زندان بیرونش بکنیم و الان هم این دوستی تو همین رابطه ادامه داره و من آقای فیدابی و آقای پرهام در حال مسائل رو یه جور میبینیم از راه های مختلف و اتفاقی که افتاده در اشرف در واقع این به نظر من درد تمام ملت ایرانه یعنی اختصاص نداره این مسئله فقط به هواداران مجاهدین یا هواداران یا اعضای شورای ملی مقاومت این مسئله میهنی مال ملت ایران و من سعی کردم توی همین برنامه تلویزیون خودمون این مسئله رو با مردم تقریبا هر شب در میون بذاریم که مسئله گروه خاصی نیست خیلی ممنون واقعا این از صمیم قلب همیشه با تمام صمیمیت گفتم که کسایی که اونجا هستن خواهر برادرای ما هستن و هر کدوم از اینا برای ما نهایت ارزش رو دارن نهایت افتخار هستن این مقاومتشون واقعا همیشه من و خانمم با دوستامون همین الان تو رو هم داشتیم صحبت میکردیم به این مظلومیتی که این گروه واقع شدن و ظلمی که دارمشون میشه همین ما داریم فکر میکنیم همین ما فکر میکنیم که این سری انسان های بی‌پناه با صمیمیت هرچه تمامتر در یک فضای وحشت در یک فضای ترور در یک فضای در واقع غیر انسانی دارن که مبارزه قشنگ انسانی رو دارن میکنن به هر حال اینها فرزندان وطن هستن و فکر کنم همه ما بهشون افتخار میکنیم و به شما هم افتخار میکنیم که امروز من خدمتتون هستم 33 روزه که من میبینم که پرشتی در به اصطلاح حساب قضا هستید همه باعث افتخار هستید انشالله که یه روزی که میگم انشالله دیگه واقعا انشالله نداره این انشالله داره تحقق پیدا کرده من فکر میکنم که خود من 30 ساله
اولین تلویزیون ایرانی که در خارج از کشور تأسیس شد من تأسیس کردم، اولین تلویزیون خارج از مرزهای ایران، ولی من هیچ وقت در اندازه یک سال گذشته اعتقاد نداشتم